سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول همه شبها محضر یکا یک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب چهارشنبه 17 فروردین ایرانی برابر با 6 آوریل 2022 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموعه مطالب منتخب که از قضا امروز هم خیلی پرخبر و پرنظر هست فضای ایران و همینطور منطقه و جهان. قبل از اینکه من به محتوای برنامه امشب ورود پیدا کنم و اصولا به خبرها و نظرها بپردازم، اشاره کنم که پس از نوروز یکی از روزنامه‌های نسبتاً پرشمارگان رو می‌بینم که دیگه منتشر نمیشه و آخرین شمارش هم پنجشنبه 26 اسفند بوده که خب همون آخرین برنامه ما در سال 1400 خورشیدی بوده و عملاً می‌بینم که دیگه روزنامه آرمان منتشر نمیشه. خبری هم اعلام نشده در چرایی عدم انتشارشون. حالا مثلا بحث بودجه، بحث کاغذ، بحث هشدار یا انذار و تذکار پاسبانان و حریمداران حرم ولایت، چیزی از این تیپ مسائل هم فعلا من ندیدم. مطالبشون هم امروز کاملا خوندم، خیلی جالب بود که آخرین شمارهشون رو کامل وارسی کردم. مطلبی که خیلی بخواد منجر به تعطیلی یک روزنامه بشه من شاهد اون نبودم، جز اینکه به سیاست‌های تهاجمی و مداخله جویانه پوتین در عرصه اوکراین انتقاد و سرمقاله‌های خیلی عمیقی داشت. در هر روی گفتم این رو به استحضار شما بینندگان و هموطنان عزیز برسانم که یک روزنامه دیگر از صحنه رسانه‌های چاپی تهران تا اطلاع ثانوی کم شده و اون هم روزنامه آرمان هست که به لحاظ خط و مش سیاسی جدایی از این که یک اتصاف و انتصاب به طیف اعتدالیون و اصلاح طلبان، طیف روحانی، هاشمی و مردانی از این دست داشت، اما هرچه که بود در حوزه برخی از تحلیل‌های اقتصادی و سیاسی روزنامه نسبتاً قوی، مستقل و خوش اندیشانه می نوشتند. امیدواریم که هیچ روزنامه و هیچ رسانه‌ای حتی در فضای به تعبیری استبداد زده جمهوری اسلامی دربش بسته نشود و بتوانیم مجدد اون رو بر پیشخوان رسانه‌های چاپ تهران ببینیم. خب خبرها و نظرها رو با نگاهی به روزنامه‌های چاپ تهران دنبال می‌کنم. بسیاری از روزنامه‌های امروز به مقوله ترور یا به تعبیری چاقو زدن یا قتل یکی دوتا روحانی در حرم امام هشتم شیعیان پرداخته بودند. روزنامه مثل خراسان خب تمام نیم صفحه اصلی خود رو به این موضوع پرداخته بود، اختصاص داده بود. حمله خونین تکفیری در حرم مطهر رضوی که در خود تیتر اون تیکه و طعنه و اون استنتاج قضایی رو همونجا زد، تکفیری، یعنی بیان کرد که تکفیری است. از طرف دیگه دیدم که خود روزنامه کیهان هم همین علم دفاع رو برداشت و با همین ادبیات سفارایی شده بود که شما الان دارید میبینید روی صفحه تلویزیون. شهادت مظلومانه یک روحانی در حرم مطهر رضوی پشت پرده جنایت کیست، که به تحلیل ماجرا پرداخته بود. من اول یک نکته و یک خلاصه‌ای رو اشاره کنم که محتملاً از سایر رسانه‌ها شما آگاهی یافتید. دیدم امروز آقای رئیسی فرمان صادر کرد که حادثه مشهد رو بررسی و بازبینی کنید. آقای قالیباف در پارلمان سخن گفته بود و ایشون رو یک جهادگر می‌دانست. اینجا چند تا پازل هست من می‌خوام بر بشمارم که در واقع یک نگاه تحلیلی تر داشته باشیم به چرایی بروز و ظهور چنین نزاهایی، چنین به تعبیری آخوند کشیهایی، روحانی کشیهایی در هر دو حوزه شیعه و سنی. خب در طول هفته گذشته حدود تقریبا یک هفته شده، نخست خبرهای منتشر شده بود که دو تا روحانی اهل تسنن در گنبد کاووس استان گلستان، اینها هم بعد از یک نمازی که در تقارن با به تعبیری پیشواز ماه رمضان هستش و نماز عشا بوده، اونها در یک فضایی که فضای مذهبی هم بوده مربوط به اهل تسنن بوده توسط کسانی با سلاح گرم کشته می شوند.
خود این خب یک هشدار خوفناک است نظر به حجم فشارهایی که بر جامعه اهل تسنن ایرانی هستش. ما حدود 15 میلیون هموطن تسنن مذهب داریم که به طور سازمان یافته اتفاقا مشخص در این مدل تبعیض سازمان یافته از سوی حکومت علیه این هموطنا داره اعمال میشه. در واقع کمتر از 10 روز، حدود 1 هفته ما شاهد این بودیم که بعد از قتل 2 فقیه، 2 روحانی، 2 طلبه اهل تسنن، خب الان 2 طلبه اهل تشیع در حرم امام هشتم شیعیان به شیوهی البته نمشابه، چرا که اونها سلاح گرم داشتن که ابعاد حکومتی بودن ماجرا رو به ذهن مخاطبان بیشتر میکند، اینجا خب با سلاح سرد. اتفاقا مایلم که اگه وقتم بایست خیلی مدیریت بشه، چرا که مطالب من خیلی انباشته است، بخشی از اظهارات آقای قالیباف رو ببینیم و بخشی از صحنه سازی ها یا صحنه های واقعی، چرا که همین هایی که دارم میگم خبرگزاری فارس اینها رو منتشر میکنه، صدا و سیما منتشر میکنه، ما یه خبرنگار مستقلی که وارد این میدان بشود و جزئیات رو به مخاطبان ارائه کنه من ندیدم. از این منظر واژه صحنه سازی رو به کار بردم، چرا که با تمام ابعاد ماجرا ما آشنا نیستیم و امکان راستی آزمایی و حقانیت ماجرا رو در واقع در دنیای روزنامه‌نگاری مدرن نداریم. اما شما الان صحنه هایی رو میبینید که صحنه های حمله هست، صحنه های دستگیری ضارب هستش، همینطور بعدش کسی دیگری رو میآورند و میگویند که ایشون در دستگیری ضارب نقش داشته. آخرین خبرها به نقل از آقای درودی دادستان عمومی مشهد حکایت از آن دارد که 5 نفر در این خصوص بازداشت یا به تبعیدی دستگیر شدند، 1 نفر ضارب و 4 نفر دیگر مظنون به همکاری با ضارب هستند. این مقام قضایی گفت که کار تحقیق در رابطه با حادثه حرم امام هشتم شیعیان توسط بازپرس ویژه قتل در حال پیگیری است. حتی دیدم که میگفتن ضارب فردی از طبقه خارجی است. من میخوام این موضوع رو باز بیشتر یکم بکاوم. این روحانی که کشته شده، گفتم تمامی مقامات جمهوری اسلامی، رئیس جمهور، علم الهدا براش به تعبیری بیانیه تسلیت دادن، ایشون رو یک روحانی جهادگر میدانستن. برادر 2 شهید بوده، یک برادر دیگرش گویا رفته در دیداری که با آقای مروی داشته، رئیس تولیت آستان قدس رضوی، ازشون خواهش میکنه که اجازه بدن برادرشون در کنار بارگاه امام هشتم شیعیان دفن بشه. این تکرار ببینیم بعد نیست که ما از مجموعه پازل ها اون مدار ایدئولوژیک فکریشون رو یک معنایی میگیریم و در به تعبیری باز تحلیل چرایی پدیدار شدن این میزان خشم انباشته و نفرت علیه طبقه ای از روحانیون به نتایج بهتر دست خواهیم یافت. ببینیم این رو من ادامه میدم. گرچه که خود آجوها تو وزیعتشون گفتن که بالاخره اگر شد مثلا من هم کنار داداشم شهید کنم، ولی راه دوره، نظرشون دوره، ولی خب وقتی حالت نشد اگر شد و زحمتی نشد و معونی نبود و این فضا، ولی وقت حرم مولوزا هست و بالاخره لطف امام رضا بوده که تو خود حرم امام رضا به شهادت برسن، چه بهتر جایی که همونجا بالاخره توفیق بشه همونجا. خب صحنه هایی رو که میبینید، صحنه دیدار و گفتگوی برادر یکی از جان باختگان یعنی آقای اصلانی با رئیس تولیت آستان قدس رضوی است که از ایشان تقاضا کرده که به تعبیری به نحوی از آنها برادرش در کنار امام هشتم دفن شود. اما ماجراها رو میخوام یک تحلیل داشته باشیم، از اینکه کاملا مثلا یک حادثه بوده، یک واقعه بوده، یک تبعه خارجی بوده باشد، همون گونه که اشاره کردم من شخصا بنابر یک تجربه تاریخی در حوزه تحلیل داده ها امکان تایید اینکه واقعا مثلا یک حادثه آنی بوده باشه نمیتوان این رو تایید کرد. بخواهیم نخواهیم، مستقیم یا غیر مستقیم، مستتر یا غیر مستتر، نمیتوان نقش جمهوری اسلامی رو در ایجاد این مدل تنافر اجتماعی، در گسترش این مدل خصومت ها و خشونت های خیابانی، نمیتوان نقش جمهوری اسلامی رو کم انگاری کرد، تقلیل داد یا نادیده انگاری کرد. اول اینکه در مقوله به تعبیری کشته شدن 2
طلبه اهل تسنن گنبد کاووس، همین روزنامه کیهان امروز اشاره میکند که هنوز ما سرنخهای تازه‌ای در این راستا پیدا نکردیم، در حالی که خب اصولا مقامات امنیتی جمهوری اسلامی مدعی هستند که خیلی اشراف امنیتی در سطح منطقه دارند، در کنار کاخ سفید دارند، در تمام جهان اینها تور امنیتی دارند، اما در گنبد کاووس دو جوان طلبه اهل تسنن که تیر میخورند تو روز روشن با سلاح گرم کشته میشوند هیچ نشانی نیست و هیچ به تعبیری علائم تازه تری پیدا نمیشود. خب این اون ادعای تور و اون اشراف امنیتیشون رو خب میشکند دیگه، این که دیگه بر مردم روشن هستش. اما نکته دیگری که میخواستم به در رابطه با پیوند این دو ماجرا اشاره کنم، مدل کشته شدن دو طلبه سنی و سپس دو طلبه شیعه، اگر فرض رو بر این بگیریم که فقط فرضه، مفروض احتمالیست قطعی نیست، اگر فرض رو بر این بگیریم که به تعبیری اینها یک شهروند به تعبیری آزرده از نقش آخوندهای تشیع در تضعیف آموزه‌های تسنن نقش آفرینی کرده باشه و دست به کار شده، این هم محصول یاد به تعبیری برایند و برآمد و پسآمد تئوری آتش به اختیاری آیت الله علی خامنه‌ای است. وقتی رهبری نظام مدیریت سیاسی و حل و فصل امور قانونی در یک کشور رو با عبارات موهوم و نامفهوم و غیر حقوقی بیان میکند مبنی بر اینکه آتش به اختیار عمل کنید، قطعا این آتش دامن بخش های مختلفی از جامعه رو خواهد گرفت و فقط به سطل های اسید در خیابان های اصفهان بر صورت بانوان خوشپوش محدود نخواهد ماند، فقط به قتل های زنجیری کرمان محدود نخواهد ماند، قطعا در حرم امام هشتم طلبه اهل تشیع هم ایمن نخواهد ماند، چنان که طلبه اهل تسنن نیز در گنبد کاووس ایمن نخواهد ماند. اینها محصول یک تفکر مدیریتی به هم ریخته و گسسته از هم هست، محصول تفکر مدیریت سیاسی تبعیض گرایانه هست که اتفاقا از مختصات مدیریت رهبری نظام جمهوری اسلامی است. نکته دیگری که من در این رابطه مشخص میخوام به اون اشاره کنم، در تشکیک حقانیت واقعه، خب به یاد داریم، حداقل نسل ما همگان به یاد داریم که جمهوری اسلامی در صحنه سازی، در صحنه آفرینی و در وارون نمایی رویدادها خب ید طولایی داره. در خود حرم امام هشتم یک زمانی توسط طیف سعید اسلامی ها رادیکال ترین بخش وزارت اطلاعات وقت به تعبیری خب منفجر شده بود، تا سالیان سال شهروندان نمیدونستن و میگفتن منافقینی کوردل، اینا رو که همه ما میدونیم. بعد نکته دیگه بحث خود هواپیمایی مسافربری اوکراین هست که اینا 70 خوردی ساعت رو دروغ گفته بودن، کتمان کرده بودن، وقتی مسئله جهانی شد و رو شد مجبور به پذیرش توأم با پوزش بشوند. از این منظر کارنامه جمهوری اسلامی آکنده از دروغهایی از این دست هستش و وقایع و رویدادهای مشابه بیشماری داریم که روشنگری های درست و راستی آزمایی های مطلوب صورت نگرفته و اصولا به افکار عمومی پاسخ روشن داده نشده، که اوج آن رو بحث هواپیمایی اوکراین رو گفتم و همینطور مقوله اعدام آقای فشی در مقوله ترور دانشمندان فیزیک هستی مثل آقای علی محمدی و همینطور آقای مازیار ابراهیمی و شکنجه هایی که برخی شده بودند و بعد رسماً اعلام شده که اینها متهم نبودند، زیر فشار شکنجه و حتی حاضر شدند که غرامت بدند. در چنین سامانه و ساختار سیاسی و امنیتی بایستی منتظر بمانیم که در حیات حرم امام هشتم چه گذشت، آیا واقعاً یک جوان افغان بوده، در حالی که من در تصویر می دیدم به نحوی از آنها شباهت چهره بوده، اما بسیاری از هموطنان اهالی خراسان ما با همتباران ما در افغانستان تشابه سیما دارند و این نیز لزوماً مؤید ماجراهای مطروحه از سوی رسانه‌های جمهوری اسلامی نخواهد بود. خبرها و نظرها رو دنبال می کنم با دیگر مطالب منتخب.
بحران خودرو و همینطور آزادسازی واردات خودرو، تنش حقوقی بین مجمع و شورای نگهبان و مجلس بر صد بسیاری از رسانه‌ها جای گرفته بود که خیلی کوتاه من میخوام به اون یک اشاره‌ای داشته باشم که چه میگذرد در پس پشت پرده نهادهای قانونگذار و شکلگیری مافیاهای منافع انگار. اساس تنش جدید آن هست که برای بودجه سال 1401 مبلغی رو که تخصیص یافته بود برای ورود خودروهای خارجی که 30,000 دستگاه خودروی سواری شخصی بوده و بخشی دیگر مدل‌های دیگری از خودروها بوده، در واپسین دقایق دستوی مجمع تشخیص مصلحت نظام این لغو میشه. این لایحه‌ای که پیشتر تصویب شده بود این لغو میشه. کل کلام رو که بخوام اشاره کنم که خیلی قابل به تعبیری دریافت و فهم موضوع باشه برای شما مخاطبان عزیز، اساس ماجرا نزاع مافیایی است. یعنی چی؟ خب روزنامه مستقل به این موضوع به طور مشخص اشاره کرده، برخی دیگر از روزنامه ها اشاره کردن. اساس مطلب این هستش که خب در بودن رقابت و در بودن ورود خودروهای خارجی و یعنی واردات که صورت بگیره، اون انحصار قیمت توسط دو نهاد مشخص، ایران خودرو و سایپا خودرو، اون انحصار قیمت ترک برخواهد داشت و در واقع این انحصار خواهد شکست و شهروندان امکان و توان خرید خودروهای مطلوب تر خارجی رو هم خواهند داشت و در این پهنه و صحنه رقابتی خواهد بود که در واقع در جهان آزاد این گونه هست، حق برای مشتری تا حدودی ملاحظه می شود. اما از آنجایی که تمامی نهادهای جمهوری اسلامی به همه ارکان مالی و تولیدی، حتی تا لوازم خانگی که خبر دارید با دستور خود آقای رهبری نظام صورت گرفته، جدای از این که در خود ایران خودرو هم چه مبالغ سنگینی، زمانی که در سال 85-84 من در ایران بودم، اون زمان برای یک پراید 5,000,000 تومان به بیت رهبری میدادن از سوی شورای هماهنگی، معاونت هماهنگی وزارت کشور. در هر روی الان با لغو این قانون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، که عملا به قول آقای علی مطهری یک مقاله امروز زده بود، گفته که مجمع تشخیص مصلحت نظام عملا شده نقش نهاد سنا رو به خودش گرفته و دومین شورای نگهبان است که در ساحت ساختار جمهوری اسلامی پدیدار شده و خودش تصمیم میگیره، خودش لغو میکنه. آن چیزی که در این ماجرا شوربختانه تأثیر منفی آن بر جامعه ایرانی پدیدار خواهد شد، همانا عدم امکان خرید شهروندان ایرانی نسبت به خودروهای مطلوب در جهان آزاد هستش. اون مقدار وارداتی که صورت میگرفت نامیسر خواهد شد و نکته بسیار مهم دیگه، مجبور شدن شهروندان ایرانی برای ابتیای خودروهای بیکیفیتی است که وزیر سمت، صنعت، معدن و تجارت رسما اعلام کرده که، و همینطور رئیس سازمان ترافیک کشور، راهور، اصلاح میکنم این واژه‌شون رو یهو یادم اومد، رئیس راهور اعلام کرده که در تصادفات زنجیره‌ای بهبهان خوزستان 59 خودرو تصادف میکنن و یک دونه ایربگ یا کیسه هوا برای نجات سرنشین باز نشده بود. خب طبیعتا در نبود رقابت، در نبود واردات، فقط مافیا هست که سود بیشتر می کند و شهروندان هستند که شوربختانه بازنده ماجرا خواهند بود. یه موضوع دیگری بود که مایلم به اون اشاره کنم، روزنامه همدلی به اون پرداخته بود، روزنامه اعتماد به اون پرداخته بود. خیلی از روزنامه ها با حالت حیرت به این موضوع پرداخته بودند. برگزاری جلسه حمایتی از علم الهدی در مشهد. اساس ماجرا اینه که بعد از واقعه به تعبیری گاز فلفل زدن به چشم دختران جوان در مشهد، خب آگاهی دارید که آقای علم الهدی به نحوی از آنها خود رو ولی فقیه خراسان میداند و میخواند، حداقل طرفدارانش این گونه میخوانند و بسیاری از جامعه ایرانی با این نوع نگاه در زاویه آشکار هست و این مدل ملک و توایفی اعمال مدیریت کردن رو در عصر مدرن در واقع
در شأن جوامع و استانهایی مثل خراسان نمیبینند. اما خب آقای علم الهدا به عنوان نماینده تام الاختیار آیت الله علی خامنه ای که آره رئیس جمهور کنونی هم که داماد ایشون هست و در واقع حلقه خراسان یه حلقه تکمیلی است، در واقع با بودن آقای علم الهدا، آقای رئیسی و همینطور جمیله و همینطور آقای قالیباف و ده های دیگر که فعلا امکان بازخوانی یکایک آنها نیست. آن چیزی که من میخوام در این رابطه مشخص اشاره کنم، اتفاقا فیلم هایی از این منتشر شده، دیدم آقای تاج‌زاده هم در صفحه اینستاگرام خودش منتشر کرده بود. اساس مطلب اینه که بیان که کسی اصلا به آقای علم‌الهدا اهانتی کرده باشه، کسی جرأت این رو بیابد که در روزنامه‌ای، مطبوعه‌ای یا رسانه‌ای مطلبی بنویسد یا سخنی در نقد بگوید، جمعی به هواداری ایشان برخواستند و شعار دادند که ایشان همان ابوالفضل العباس آیین شیعه هست. وقت من عملا به انتها رسیده، اما خیلی مایل بودم یکی دو تا نکته رو اشاره کنم، از جمله موضوعاتی که خب در روزنامه ها منعکس شده بود اما به نحوی از آنها جمهوری اسلامی و رسانه‌های رسمی اون در تلاشن که با قرینه سازی و همپوشان گرایی بین ضعف مدیریتی ایران و دیگر ملت‌های توسعه یافته این گونه القا کنن به افکار عمومی که ببینید اگر گرانی هست در همه جا هست، اگر مشکلات هست در همه جا هست، که اتفاقا یکی از ویدئوها و گزارش‌های اصلی صدا و سیما جمهوری اسلامی بوده که میخوام اون رو هم ببینید. در حالی که بسیاری از روزنامه‌ها از حجم گرانی‌ها و ناتوانی دولت در تولید مرغ و مسائل از این دست سخن می‌گویند، خبرنگار جمهوری اسلامی ایران رفته در لندن و از گرانی‌های افسار گسیخته لندن، آن هم از زبان زنی ایرانی سخن می‌گوید که مدعی است که 40 ساله که به لندن رفته، سالی دوبار به ایران می‌رود، اتفاقا اون شاخصه‌های ارزش و حجاب خود رو هم همون به سبک حکومت جمهوری اسلامی رعایت کرده و جلوی دوربین خبرنگار مقیم لندن ظاهر می‌شود، می‌گوید آره من فکر کردم که گرانی‌ها فقط مال ایران، نگو که تو لندن و همه جای دنیا هم هست. اینو ببینیم که من وقت بیشتری ندارم و با شما بایستی خداحافظی کنم. من تقریبا 40 ساله که از سال انقلاب اومدم اینجا که پدرم و منتها مرتب میرم ایران و میام، ولی این مثلا یه 6 ماهی که نبودم برگشتم دیدم شوک شدم. من فکر میکردم فقط ایران گرونیه، ولی دیدم اینجا هم واقعا گرونی داره بیداد. بنزین لیتری 90 پنس یه دفعه اومده نزدیک 2 پوند شده. خب گوشه از یک گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو میدیدید که با شکار شهروندان ایرانی الاصل مقیم غرب که میگویند گرانی ها همگانی و همه جایی است و من از ایران آمدم، اما ایران فکر کردم فقط ایران گرانی هست، اما تو لندن هم میبینیم که چنین گرانی هایی هست. با اینم یکی از اون شیوه هایی است که جمهوری اسلامی در تمام طول سالیان استقرار خود تلاش داشت به نحوی از آنها با عادی انگاری یا به تعبیر نرمالایز کردن و با همپوشانی مشکلات و مسائل دیگر بلاد با ایران این گونه القا کند که لزوماً از ناکارآمدی سیستمی نیست گرانی ها، امریست جهانی. مثلا حتی تو مقوله جنبش سبز که کشتار شهروندان کردن، یا تو مقوله آبان و سایر آبان 98 می‌دیدیم که به کنگره امریکا ربط می‌دادن. الانم سیاست روز دیدم که مثلا بحران‌های به تعبیری انتخاباتی فرانسه رو برجسته کرده بود که به نحوی از آنها در تلاش این بود که مثلا بگوید این تیپ مسائل امریست کاملا عادی و جهانی، حال غافل از این که اصولا جمهوری ولایت فقیه رو که قهرمان و پهلوان و ورزشکار خود رو اعدام می‌کند و فرهنگ خشونت جمعی رو در جامعه تزریق می کند که منجر به بریده شدن سر زن ایرانی می شود که و سایر مسائل و جرائم و مسائل دیگری که خوف و وحشت بر دل همه شهروندان راه می اندازد و آن هم جمهوری ولایت فقیهی که با برپا داشتن تنابهای دار مبانی و مفاهیم حقوق انسانی رو درک درست ندارد. این قیاس ها اصولا قیاس های مع الفارق مدیایی است که فقط رسانه های نزدیک به رهبری جمهوری اسلامی سعی دارند برای تطهیر تبهکاری هایشان از این ابزار همسنگ سازی استفاده کنند. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.